به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. من آرمین کلر هستم و خیلی خوشحالم که این افتخار دارم تا در مجموعه بی‌نظیر آنلاین آکادمی در خدمت شما دوستان عزیز باشم. امیدوارم که در کنار همدیگه کلاس بسیار خوبی رو تجربه کنیم. من که حسابی سرحال و پر انرژی اومدم تو این کلاس تا در کنار شما من یاد بگیرم و امیدوارم شما هم پر انرژی سر حال با انگیزه تو این کلاس حاضر شده باشید که حسابی تمامی مطالب مورد نیازی که در واقع باید یاد بگیریم تا انشالله بتونیم در یک آزمونی مثل آزمون تیزهوشان که یه جورایی میتونم بگم یه کنکور تو اشل کوچیکتر هستش، یه نتیجه خیلی خوبی رو با هم دیگه بگیریم. خب جلسه صفرمون هستش و در جلسه صفر قراره که ما با هم دیگه بریم سال قبل، یعنی سال هشتم، و در از سال هشتممون بهتر بگم که فصل اولمون رو با هم دیگه استارت بزنیم، مرورش کنیم، یه مقدار بیشتر از مطالب کتاب درسی هم با هم دیگه بخونیم، آشنا بشیم. گرچه من مطمئنم با توجه به اینکه شما همتون بی‌نظیرید، سخت‌کوشید، باهوشید، تلاشگر هستید، که این نکته آخریش خیلی واسه من مهمتر هستش، این نکات رو میدونید. و اما حالا در کنار هم دیگه سعی می‌کنیم یه چکشکاری انجام بدیم و سطح کمی و کیفی خودمون رو بالا ببریم. خب اگه همگی اومدگی کامل رو دارید به من یه 100% بگید تا اینکه من کار رو شروع کنم و پر انرژی با هم پیش بریم. یه کامنت 100 واسه من بذارید، یعنی 100% ما آماده ایم، 100% حاضریم درس رو شروع کن. قربون شما محبت دارید، منم شما رو دوست دارم. خب 100% آماده هستن همه؟ شروع کنیم. خیلی همالی. خب سال پیش فصل اول ما به صورت کلی اومد در رابطه با یک بخش از دستبندی ماده صحبت کرد و اون هم چی بودش؟ ماده ناخالص، یا بهتر بگم مخلوط. ما امروز میخواییم بیایم بخش اول فصل یک هشتممون رو با هم دیگه تکرار کنیم و ببینیم که چه نکاتی میتونیم بهش اضافه کنیم. بچه وقتی که ما سال هفتم بودیم برای اولین بار با این دستبندی ماده آشنا شدیم. خب آقا این دستبندی ماده بر چه اساسه؟ چون که ما مواد رو به شکل‌ها و حالت‌های مختلف میتونیم دستبندی کنیم. مثلا این مواد رو بر اساس حالت فیزیکیشون به سه دسته تقسیم میکردیم، گفتیم جامد، مایع و گاز، یه دستبندی بود. یا یعنی اینکه وقتی که سال هفتم بودیم میومدیم مواد رو بر اساس سرمنشأ تولیدشون به دو دسته تقسیم میکردیم، گفتیم ماده طبیعی، ماده مصنوعی. اما اون اتفاقی که در سال هفتم شروع شد در سال هشتم کامل شد، بحث دستبندی و تقسیم بندی مواد بر اساس ذرات سازنده شونه. ما اینو یاد گرفتیم که مواد رو بر اساس ذرات سازنده شون میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، یعنی ماده خالص و ماده ناخالص. ممکنه که یه نفر اینجا بیاد از من سوال بپرسه که آقا منظورت از ذره چیه؟ بچه‌ها در شیمی، در علم شیمی بحث ذره مطرح شد، چون می‌دونید که داره راجع به اتم، مولکول یا یون صحبت میکنه. پس این تقسیم بندی که اتفاق گرفته که من میگم در بر اساس ذره هستش، یعنی میخواد بیاد بگه که این از چی ساخته شده. خب سالهای گذشته ما اینو یاد گرفتیم که مواد رو وقتی که به دو دسته خالص و ناخالص تقسیم می‌کنیم، مواد خالص به دو دسته عنصر و ترکیب تقسیم می‌شدن و عناصر ما بر اساس خواصشون، یا بهتر بگم بر اساس ویژگی‌هاشون، به سه دسته تقسیم می‌کردیم. این سه دسته رو همه بلدن، با هم بشمارن: یک فلز، دو نافلز، سه شبه فلز. باریکلا، دقیقا درست گفتی. دست بندی ماده ناخالص چی بودش؟ سال پیش کلی راجبش حرف زده شد و شما همه اینا رو یاد گرفتید. و این نکته خیلی جالبم بهتون بگم که یکی از سوالای تیزهوشان اون سال دقیقا از این قسمت بود که امروز من راجبش میخوام حرف بزنم. ما مواد ناخالص رو به دو دسته تقسیم میکردیم. اون دو دسته چیا بودن؟ البته اینو هم بگم، اسم دیگه این مواد ناخالص چی بود؟ مخلوط بود. ما مواد ناخالص یا مخلوط ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. مخلوط های همگن اسم دیگه چی بود؟ کتاب بهش میگفت یک نواخت. اسم دیگه هم داشت؟ بله، خیلی هم ازش استفاده میکنیم. چی بودش؟ فکر کنید، درست گفتید، محلول ها. و دسته دوم چی بود؟ مخلوط های ناهمگن. مخلوط های ناهمگن یه اسم دیگه هم داره، زیاد ازش استفاده نمیکنیم ولی بلد باشیم. اون اسم چیه؟ غیر یک نواخت.
خب الان میخوایم بگیم که آقا ما سال پیش کلن اومدیم راجع به اینها صحبت کردیم، آره، یعنی اینا رو شناختیم، ویژگی هاشون رو یاد گرفتیم و از همه مهمتر در رابطه با روش های جداسازیش با هم صحبت کردیم. کاملا درسته. خب این بخش از نمودار باقی میمونه. این بخش از نمودار میشه مربوط به چی بچه ها؟ سال نهم. سال نهم فصل یک. یعنی وقتی که در طول سال تحصیلی من فصل یک نهمو برات استارت زدم، کلا من میام راجع به اینا صحبت میکنم. کلی نکته هم داره. که 9 یاد میگیری، 10 11 12 استفاده میکنی. و حتی وقتی که 9 رو باهات شروع کردم، بعضی از سالهای کنکور هم برات حل میکنم که میبینی با دانش سال 9 به راحتی میتونی اون سوالا رو چیکار کنی؟ جواب بدی. خب آقا امروز میخوای با ما چیکار کنی؟ وقتمون رو میخوایم بابت چه چیزی بذاریم؟ میخوایم در رابطه با ناخالص ها صحبت کنیم. البته این رو هم به شما بگم، میخوام تک به تک اینا رو تعریف کنم. من میدونم همه تعریف ها رو شما خیلی خوب بلدید، ولی بهتر تعریف کنیم تا ذهنمون چی بشه بچه ها؟ آماده بشه. خب حواسا به من باشه. همه شما ماده ناخالص رو میدونید چیه؟ بله آقا. تعریف های مختلفی توی کتاب ها هست. مثلا یکی از تعریف هایی که علمی نیست ولی متداول هستش، از اون زیاد هم استفاده میشه، اینه، میگن ماده ای که از یک نوع ماده ساخته شده باشه میشه ماده خالص. ماده ای که از یک نوع، انگاری مثلا اون جمع خیابانی الان داره اینجا اینو درس میده، ماده ای که از یک نوع ماده تشکیل شده باشه میشه خالص. میخندیم یه آقای مگه علمیه؟ این تعریفیه، ولی به حال یه تعریفیه که توی کتاب ها هستش. اما اگر من اینو بخوام علمیش کنم، خوب به من گوش کن، ماده خالص ماده میشه که از یک نوع ذره ساخته شده باشه. آقا همین الان به ما گفتی ذره چیه؟ ذره اتمه، ذره مولکوله، ذره یونه، درسته؟ بله. پس وقتی که من میگم از یک نوع ذره، یعنی از یک نوع اتم، یعنی از یک نوع مولکول، یعنی از یک ترکیب یونی، چون که من در فصل دوم نهم راجع به این ترکیبات کلی باید حرف میزنم. پس تعریف ماده خالص رو یاد بگید، ماده ای که از یک نوع ذره ساخته شده باشه. خب آقا ما اینو یاد گرفتیم. علاوه بر اون ما اومدیم با تعریف عنصر و تعریف ترکیب هم آشنا شدیم. چرا؟ چون که ماده خالص رو بچه ها خوب دقت کنید به دو دسته تقسیم کردم، عنصر، ترکیب. خب حالا عنصر چیه؟ آقا عنصر ماده خالصیه که از یک نوع اتم ساخته شده باشه. آقا از یک نوع اتم؟ آره از یک نوع اتم. چند تا عنصر داریم تو جدول تناوبی؟ همه من بگن سریع تایپ کن، چند تا عنصر داریم در جدول تناوبی عناصر؟ ما چند تا عنصر داریم؟ همتون جدول مندلیف دیدید؟ جدول مندلیف رو ندیده باشه یا باهاش آشنا نشده باشه، همه ما دیدیم، نمایش که کتاب می‌رفتیم همه بهمون میدادن. آفرین سارا. سر 18 تا عنصر داریم. بچه ها خوب به من دقت کنید، این 118 تا همشون در طبیعت داخل پرانتز در جهان نیستن. 92 تاشون طبیعی هم، 26 تاشون ساختگی هم. یعنی 92 تا رو میتونی به طبیعت پیدا کنی، اما 26 تا رو نمیتونی پیدا کنی. آقا نمیتونی پیدا کنی یعنی چی؟ یعنی انسان ساخته. انسان کجا آن رو ساخته؟ تو آزمایشگاه ساخته. پس اون 118 تا عنصر اینجا خالص دسته‌بندی عناصر قرار میگیرن. یادت گفتم عناصر بر اساس خواص اومدم به سه دسته تقسیم کردم، فلز، شبه فلز و نافلز. باریکلا اون 118 تا جزء این در واقع سه دسته هستن، که البته 92 تا طبیعی بودن و اون 26 تا ساختگی و من کاری ندارم باهاشون. بعد حالا راجبش صحبت میکنیم، شاید یه بخشش هم سال دهم بهتون میگم، درسته؟ خب پس 92 تا عنصر دارم از یه نوع اتم ساخته شدن. بچه ها من اینجا میخوام یه نکته بگم. سال نهم وقتی که استارتش زدم اونجا دوباره تکرار میکنم، عناصر ساختارشون یا اتمی هن یا مولکولی هن. چی گفتم؟ عناصر ساختارشون یا اتم یا مولکول. آقا اتمی مولکولی یعنی چی؟ ببین مثلا من میخوام فلزات رو بعد مثال بزنم به عنوان عناصری که ذره سازندشون اتمه. فرض کن من اینجا یه دیوار دارم، جنس دیوار من چیه؟ یه دیوار آجریه. هر آجر رو یه اتم در نظر بگیر، بیا اینجوری اتم ها رو اینجوری مرتب کنار هم بچین، انگاری اومدی آجرها رو کنار هم مرتب چیدی.
همه این فلزا ساختارشون اینجوریه، یعنی ساختار اتمی دارن، یعنی ذره سازندهشون اتمه. به خاطر همین که عنصر میتونه اتمی باشه. پس اگر ازت یه روزی پرسیدن که یا مثلا ازت خواستن یه عنصر یه مثال بزن که ذره سازندش اتم باشه، تو چی میگی؟ میگی آقا فلز. هر فلزی که ذهنت میرسه. حالا یه نکته ای، فقط فلزات ساختار اتمی دارن؟ یعنی نافلزا، شبه فلزا، اونا چی؟ اونا ساختار اتمی ندارن. خب اینجاست که بهت میگم اگر جدول تناوبی رو دیده باشی. چی آقا جدول تناوبی؟ اون ستون جدول. آقا منظورت 18 است؟ باریکلا ستون 18 اسمش چی بود؟ باید بلد باشی سال نهم. من یه کاری میکنم که جدول تناوبی کامل یاد بگیری، باید بلد باشی. چرا؟ چون راحت میشی برای اینکه سوالا رو جواب بدی، برای اینکه شیمی رو بهتر درک کنی. هدف من فقط حفظ کردن الکی نیست، هدف من درک کردن شیمیه. ببین یاد بگیری یعنی طبیعت رو درک کردن، یعنی فهمیدی تو به عنوان انسان کی چی و چیکار باید انجام بدی. این خاصیت علمه. گروه 18 اسمش گازهای نجیب بود. همه گازهای نجیب هم ذرات سازندهشون اتمیه. پس اگر ازت یه روزی پرسیدم که سری برای من چند تا عنصر نام ببر که ذره سازندشون اتم باشه، چی میگی؟ سری میگی آقا فلزات، سری میگی گازهای نجیب. تمام اینها ذرات سازند. یه مولکول دو اتمی O2، یه مولکول دو اتمی. این لاست کانکشن شد. نه الان هستم نیستم؟ خب من یه لحظه بگم قطع شدم. O2 یه مولکول دو اتمی، آقا N2 یه مولکول دو اتمی. هم اینا رو فعلا داشته باش، من تو سال نهم همه اینا رو بهت میگم. از بر میشی عالی، درکشون میکنی. ببین من دنبال درک کردم، دنبال حفظ کردم. فلز، البته الان میخوای بگی که آقا این که چرا از همدیگه جداست؟ گفتی فلز مرتب کنار همدیگه است. این میتونه یه گاز نجیب باشه مثل HE هلیوم یا مثل NE نئون. دهتای اول خونده بودی یا تو فصل سوم از درون اتم چه خبر؟ این هم که مولکولای دو اتمی، O2، N2، آقا Cl2، آقا دیگه چی رو به من میتونی بگی؟ I2، هالوژن ها. عنصران مولکولی هم دو اتمی، ما سه اتمی، چهار اتمی، هشت اتمی هم داریم، راجبش کلی با هم دیگه حرف میزنیم. این هم که ترکیب، راجب ترکیب هم صحبت میکنیم. بهتون میگم که در سال نهم در فصل دوم میگیریم، در ده و یازده استفاده میکنیم. و اونم اینه، نگاه میکنم اینجا رو، من بیام صفحه بعدیم. آقا چیکار کردی اینجا؟ ترکیباتو به دو دسته تقسیم کردم. این دو دسته چی ها هستن؟ ترکیب مولکولی، ترکیب یونی. پس الان یه جدید یاد گرفتی، این جدیده. خوب گوش کن، ترکیب ها به چند دسته تقسیم شدن؟ دو دسته. بگو ترکیب یونی، بگو ترکیب مولکولی. پس ترکیبات به دو دسته تقسیم شدن. خب آقا ترکیب مولکولی و ترکیب یونی چی هن؟ برای ما تعریف کن و به ما بگو که اینا با همدیگه چه تفاوت هایی دارن. رفقای من حواست اینجا باشه. ترکیب مولکولی، خوب دقت کنید، ذرات سازنده آنها مولکول می باشند، مثل آب، الکل و دیوکسید کربن. پس چی شد؟ ترکیب مولکولی ترکیبیه که ذره سازندهش چیه؟ مولکول. آقا مولکول برامون مثال می زنی؟ H2O آب. H2O آب.
اینو یادتونه سال هفتم که بودیم CO2 دیوکسید کربن بهمون معرفی کرده بود؟ این هم یه مولکول ذره سازندش، الکل C2H5OH. این هم یه الکل دیگه. حالا الکل ها انواع مختلفی داره. پس یه چیز جدید یاد گرفتم، ترکیب به دو دسته تقسیم میشه، یک ترکیب مولکولی، دو ترکیب یونی. ترکیب مولکولی تعریفش چی بود؟ آقا ذره که از مولکول ساخته شده باشه، باریکالله، مثل چی؟ آب، الکل، دیوکسید کربن. خیلی مثال داری ما، فعلا من میذارم کنار اون خیلی ها رو، من همین ستا رو تو تو ذهنت بسپر، کم کم من پرش میکنم. آقا ترکیب یونی هم تعریف کن. خب دیگه بر اساس ترکیب مولکولی که بخوام بهش اشاره کنم، میگم ترکیبی که ذره سازنده اون چیه؟ ترکیبی که ذره سازنده اون یونه، میشه ترکیب یونی. آقا این جدیده ترکیب یونی، میخوام بهت بگم نه، یادته تو فصل سوم ما با مفهوم یون آشنا شدیم؟ یون چی بود بچه ها؟ یون چی بود؟ فکر کنن، همه فکر کنن تعریف یون. سال هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر؟ اونجا بهمون یاد داد فلز نه فلز تبدیل میشد به چی؟ یون. این چه اتفاقی میافتاد؟ اتم یا مولکول میتونه دارای بار الکتریکی شه. آقا بار الکتریکی هم که من یادمه دیگه، بارها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشدن، پس یون که میشه ذره دارای بار الکتریکی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشه. فصل دو کلشو بهت یاد میدم، حتی دهمت هم من اینجا بهت یاد میدم، حتی یک بخش از دهم. اینو بهتون بگم، تو این کلاس فقط شما 9 رو یاد نمیگیری، تو این کلاس 10 هم یاد میگیری، یعنی نصف دهم من در سال نهم بهت یاد میدم. انقدر راحتم بهت یاد میدم که اصلا خودت نمیفهمی. اول سال میگم دیگه راجبش حرف نمیزنم، وقتی خودت میری دهم میشینی میبینی اه همه اینا رو من بلدم، اینا رو من بهت امسال یاد میدم. پس فقط به من گوش کن. ترکیب یونی ترکیبی که ذره سازنده اون یون باشه. یون ها دارای بار مثبت و منفی هستن. ما با دو تا ترکیب یونی خیلی کار داریم، یکیش کاد کبوده مثل سولفات که در سال نهم هر کلی از ترکیب یونی میزنیم یه پاش مثل سولفاته، کاد کبود CuSO4، و یکی دیگه از ترکیب هایی که ما خیلی باهاش کار داریم نمک خوراکی یا سدیم کلرید هستش، خیلی راجبش حرف میزنیم. و ترکیب های یونی هم مثالاشون بچه ها خیلی زیاده. همینایی که من مثال میزنم تو یاد بگی، کم کم من بار مثالاتو پر میکنم. خب آقا ما با ترکیب هم آشنا شدیم، من در همین حد در رابطه با ماده خالص صحبت میکنم، بقیهشو میخوام واگذار کنم به شروع سال تحصیلی مهر ماه، زمانی که باها چی رو شروع کردم؟ نهمو شروع کردم، اونجا درو میکنم واسات. الان میخوام برگردم عقب، ماده ناخالص. آقای خیابانی میخواد برامون تعریفش کنه، ماده ای که از چند نوع ماده ساخته شده باشه، دو یا چند نوع ماده. یه تعریفی که گفتم علمی نه ولی متداوله. آقا یه تعریف دیگه به ما بگو. یادت ماده خالص رو بهت گفتم، ماده ای که از یک نوع ذره ساخته شده. آره یادمه. حالا بهت میگم که ماده ناخالص یا مخلوط میشه ماده ای که از دو یا چند نوع ذره ساخته شده باشه. پس این شد تعریف ماده ناخالص. آقا ماده خالص میشد همگن، محلول، یک نواخت، و ناهمگن یا به عبارتی غیر یک نواخت. خب همه حواسا به من، رفقای من نگاه کنید، این یه تصویر مثل تصویر کتاب درسی مونه که اینجا میخواد به ما یه چیزی رو نشون بده که بچه ها مخلوط ها شکل های مختلفی دارن، بچه ها مخلوط ها در حالت های فیزیکی مختلف وجود دارن. ما حالت های فیزیکی مختلف محلول ها رو داریم. مثلا چی رو داریم؟ جامد داریم. مثلا چی رو داریم؟ مایع رو داریم، گاز رو داریم، جامد داریم. یعنی در هر سه حالت فیزیکی ما مخلوط ها رو داریم. اینا همتون بلدید. یه نکته همین اولش بگم، اینجا میخوام تعیین تکلیف کنم، همتون هم بلدید، همتون هم میدونید، فقط خواهشن خوب به من گوش کنید. مخلوط ها فراوانیشون از ترکیب ها، ترکیب ها فراوانیشون از عنصر ها بیشتره. پس اگه ازت سوال پرسیدم که فراوانی کدام دسته از مواد در طبیعت بیشتر است، تو میگی مخلوط ها، میگی مخلوط ها. و حواست هم باشه مخلوط یعنی چی؟ یه اصطلاح عامیانه داریم میگم قاطی کردن، قاطی پاتی،
دیدی همچین اصطلاحی به کار میبریم؟ یعنی مخلوط کردن. خوشگلترش کن یعنی در هم آمیختن. مخلوط کردن یعنی قاطی کردن، یعنی در هم آمیختن. گرفتی چی شد؟ خب حالا اینجا رو بیا نگاه کن بچه. اگه سوال دارید تایپ کنید، سوالا رو میخونم. اگه سوالی چیزی داشتید تایپ کنید، سوالا رو همه رو میخونم و جواب میدم. زهرا خوب جایی اومدی، جایی اومدی که شیمی و درست و اصولی یاد بگیری. کار من همینه، شیمی و از اول درست اصولی و مفهومی یاد بدم. پس بهترین جای دنیا اومدی. اگر در شیمی مشکل داری، اگر در شیمی مشکل نداری، بهترین جا اومدی. خب بچه این دو تا تصویر رو نگاه کنید لطفا. مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه، مخلوط های همگن و ناهمگن. خب همگن و ناهمگن من اینجا در تصویر برای شما آوردم تا بخوام یک تصویر ذهنی خوبی از این مخلوط ها برای شما ایجاد کنم و بعدش هم بخوام مثل سایر بخش اونها تعریف کنم و یک تعریف علمی در رابطه با اونها خدمتون ارائه بدم. خب آقا این مخلوط ناهمگنه، این مخلوط همگنه، اینا با هم دیگه چه فرقی دارن؟ ما این گویه ها رو به عنوان ذرات سازنده این ماده در نظر میگیریم. مثلا من میگم این حالا سبزه، حالا من میگم آبی، اینم مثلا من میگم قرمز. حالا نگاه کن در مخلوط ناهمگن همه گویه های قرمز بالان، همه گویه های مثلا آبی پایینن، از هم جدان. یعنی اگر من بیام به این مخلوط ناهمگن نگاه کنم چیو میفهمم؟ به من بگید چیو متوجه میشی؟ الان داری به این مخلوط ناهمگن نگاه میکنی، چیو میفهمی؟ به من بگو ببینم. الان داری به این مخلوط نگاه میکنی، گویه قرمز کجان؟ با گویه آبی کجان؟ پایین. چی میفهمی از این؟ چی متوجه میشی؟ اجزای سازنده مخلوط از هم جدان، اجزای سازنده مخلوط ناهمگن از هم جدان، اجزای سازنده مخلوط ناهمگن اصلا یک نواخت پخش نشدن. چرا من به این میگفتم غیر یک نواخت؟ نگاه کن دوتا یه مرزی وجود داره. نگاه کن اینجا من مرزه رو کشیدم، این مثلا ماده یک من، این ماده دو من، اسمشو میذارم A، اسمشو میذارم B. A و B از هم جدان. من مسلح، یعنی من چش خودم دارم میبینم. سالات درست کردی، تا کمک مادر کردی، میان خیار و گوجه رو با هم قاطی میکنی، مخلوط میکنی، میشه یک سالات. وقتی به سالاده داری نگاه میکنی میتونی تشخیص بدی اینجا کاهوه، اینجا مثلا خیاره، اینجا مثلا گوجه است. اجزای سازنده مخلوط چی هن؟ از هم دیگه جدان، قابل تشخیصن، درسته؟ بله. پس آقا اینجا داره به من میگه در مخلوط های ناهمگن داخل پرانتز غیر یک نواخت بین اجزای سازنده مخلوط مرز وجود داره، یعنی تو میتونی اونها رو تشخیص بدی. خوب گرفتی من چی گفتم؟ اگه گرفتی یه لایکی، یه صدی، یه چیزی نشون بده، من خیالم راحت بشه که تو داری به من خوب گوش میدی، حواست هست. ببینم چیکار میکنی. بدو اون لایک ها رو بفرست که من خیالم راحت بشه که تو داری قشنگ به من گوش میدی، همه رو متوجه شدی که ما همین فرمون ادامه بدیم بریم جلو. خب بریم سراغ بعدی، مخلوط همگن. به مخلوط همگن نگاه کن، بر اساس این جواب بده اسمش چی بود؟ محلول. اسمش چی بود؟ یک نواخت. اجزای سازنده این مخلوط رو تو میتونی تشخیص بدی؟ یعنی تو میتونی الان بگی همه یه مثلا ماده آ، یعنی مثلا همه قرمزا این بالان، همه بیا اینجا؟ نه، من نمیتونم همچین چیزی رو تشخیص بدم. آقا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ منظم تو هم پخش شدن، قاطی شدنشون، مخلوط شدنشون یه نظمی داره که به واسطه این نظم اجزای سازنده برای من قابل تشخیص نیست و من نمیتونم بیام مرز بکشم بگم آها این مرز است، اینا بالان اینا پایینن. نمیتونم این کارو بکنم. این مرز وجود ندارد.
گرفتی چی گفتم؟ مثال میزنم. یه لیوان آب بردار، یه قاشق شکر، شکر بریز داخل آب، هم بزن. بعد از اینکه هم زدی داخل پرانتز، شکر در آب حل شد، آیا شکر و آب رو میتونی دیگه تشخیص بدی؟ میتونی اونها رو ببینی؟ میتونی مثلا دست بذاری این نقطه لیوان بگه ها همه آبا اینجاست، شکر ها همه بالا، یا برعکس؟ نمیتونی این کارو کنی. شکر در آب حل شد. حل شدن شکر در آب به چه صورت بوده؟ یک نواخت بوده. پس متوجه شدی اجزای سازنده مخلوط ناهمگن با چش قابل دیدن، قابل تشخیص و فرقی بینشون وجود داره؟ اجزای سازنده مخلوط ناهمگن میتونم ببینمش، اما همگن رو نمیتونم اجزاشو با چش تشخیص بدم. از هم جد در واقع بگم آه اینجا مثلا آب، اینجا شکره، اینجا مثلا نمکه. رفقا نمیتونم این کارو کنم. حالا بریم تعریف کنیم، حالا بریم تعریف کنیم. آقا یه نکته مهم اینجا بهت بگم، آقایون خانمای محترم گوش کنن، یه نکته خیلی مهم اینجا میخوام بهتون بگم، یاد بگیر لطفا. یکی از ویژگی های مخلوط ها اینه که اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولیه خود را حفظ میکنن. وقتی تو شکر رو میریزی تو آب، خواص خودش رو شکر همچنان حفظ کرده. تو اون رو میخوری شیرینه، شیرینیش از کجا اومد؟ از اون شکر است. آب هم خواص خودش رو حفظ کرده، همون روون بودن مایعش، همون شفاف بودنش. وقتی که تو مواد رو با هم مخلوط میکنی، در هم آمیخته میکنی، قاطی میکنی، نوعی ترکیب میکنم، و تو رو خدا همچین اشتباهی نکنی یا نیایی بگی ترکیب میکنم. ترکیب یعنی واکنش. وقتی که مخلوط میکنی در هم آمیخته میکنی، وقتی مخلوط میکنی قاطی میکنی، وقتی مخلوط میکنی مخلوط کردی، نه که ترکیب کردی. ترکیب غلطه اینجا. خب وقتی که مواد با هم دیگه مخلوط میشن، ویژگی قبلی خودشون رو حفظ میکنن، رنگ، بو، مزه. حالا بعضی وقتا ممکنه اون رنگ عوض شه و اون خواص شیمیایی خودشون رو حفظ کردن. این نکته ای که خیلی به دردمون میخوره. آقا مخلوط همگه مخلوطیه که ذرات تشکیل دهنده آنها به طور یک نواخت در یکدیگر پخش شده، از هم قابل تشخیص نیستن. مثلا آب نمک، که من نمیتونم نمک و آب رو از هم دیگه تشخیص بدم به همین راحتی. بریم سراغ مخلوط ناهمگن. مخلوطی که ذرات تشکیل دهنده آنها به طور یک نواخت در یکدیگر پخش نیستن، قابل تشخیص از همدیگه هستن. و و و و یه نکته خیلی مهم، من میتونم اونها رو با دستگاه ها از همدیگه جدا کنم. یعنی اجزای سازنده مخلوط رو من میتونم از هم جدا کنم. اجزای سازنده مخلوط رو من میتونم از هم جدا کنم. این خیلی نکته مهمیه. حالا راجع به روش هاش صحبت میکنیم. آقا یه سوال، اجزای سازنده ترکیب ها رو نمیتونیم جدا کنیم؟ آره میتونیم، اونا رو هم میتونیم جدا کنیم. آقا اجزای سازنده مخلوط های همگن رو نمیتونیم جدا کنیم؟ اونا رو هم میتونیم جدا کنیم. روش داره. حالا یه روش سخته، یه روش آسونه. ما اول میخوایم در رابطه با روش های جدا کردن مخلوط های ناهمگن صحبت کنیم، بعد همگن، و این دوتا رو با همدیگه مقایسه میکنیم. خب دیگه الان همه بچه ها تعریف مخلوط همگن و ناهمگن رو یاد گرفتن، و اینکه از همه مهمتر اینه که اجزاشون قابل تشخیص هستش. خب بریم سراغ این نکته که یه چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم. گفتم بیشتر موادی که ما در زندگی با اونها سر کار داریم مخلوط هستن. خب اونایی که اهل تست زدن بودن سال قبل و تست میزدن اسخایی میکنم، و اونایی که امسال هم تست میزنن، و همه اونهایی که به این نکته توجه میکنن که امسال هم باید تست بزنن، با یه همچین سوالی روبرو میشن. میگه هر محلولی مخلوط است، اما هر مخلوطی محلول نیست. درسته یا غلط؟ بیا با دقت بخونیم بخش اولشون. هر محلولی مخلوطه، درسته. چرا؟ مگه مخلوط نمیشد همگن و ناهمگن؟ چرا؟ مگه همگن محلول نبود؟ چرا؟ درست گفته دیگه، این تا اینجاش درسته. اما هر مخلوطی محلول نیست. میتونم بگم مثلا اون دسته، اون بخش اول دستم مخلوط ها، هر مخلوطی دیدم بگم محلوله؟ نه دیگه. مخلوط یا میشه محلول، همگن، یا میشه ناهمگن. دیگه همچون حرفی نمیتونم بزنم دیگه.
پس حواست باشه، از این سوالا خیلی میاد. سوالیه که دیگه زیادم مثلا بورس و مود و اینها نیستش، ولی به هر حال سوالی که پرسیده میشه باید بلد باشی. خب بریم ادامه بدیم. در مخلوط های همگن به علت پخش یکسان مواد، خواص مخلوط در تمام نقاطش یکسانه. وقتی که تو با یک مخلوط همگن روبرو هستی، مثل یک لیوان آبی که شکر رو بهش اضافه کردی و شده یه مثلا یا آب شیرین، چه اتفاقی افتاده؟ داره یکسان پخش میشه دیگه، چون که همگنه، و چون که همگنه داره یکسان پخش میشه، خواص مخلوط در تمام نقاط یکسان. یعنی چی؟ یعنی شیری و تو اون لیوان آب شیرین تو همه جا داری احساس میکنی. این نکته رو داشته باش. آقا مثل آب نمک میزان شوریش در همه جا یکسانه، اما تو مخلوط ناهمگن چون که غیر یک نواق قاطی میشن، مخلوط میشن، توزیع میشن، پخش میشن. ببین کلمه‌های مختلف رو میتونم به کار ببرم. خواص مخلوط در تمام نقاط یکسان نیست. خب تابلو دیگه، مثلا تو فرض کن من اینجا یه ظرف آجیل دارم، همه پسته ها روشه، منم که اصلا پسته خورم ملس، یعنی عاشق پستم، همه پسته هاشون رو گام بخوردم، یا میگردم اون ته ظرف میبینم جایی چیزی پسته است، همه پسته ها رو میارم میخورم، بعد اینجا همش تخمه میمونه، پایینش چند تا مثلا چیز دیگه ای میمونه. یعنی اینکه یکسان پخش نشده، به خاطر همینه که میگیم خواص یکسان نیست تمامی نقاط اون مخلوط. خب اینا هم گفتی، بریم سراغ بعدی. بچه ها اگر یادتون باشه همین ابتمه ساعت هم نگاه میکنم، چون که دوست دارم زمان رو از دست ندم، زمانم رو بدونم چیه که خوب مدیریتش کنم، که همه نکات امروز رو بهت بگم. نکات درس منم زیاده، باید قشنگ پای کار باشی، خوب گوش بدی، یاد بگیری و بنویسی. حتما حواست باشه سر کلاس میای دفترم باید داشته باشی، این جزوه رو که ما برای شما ارسال میکنیم، حتما تکلیف هم داری، تکلیف هم باید حل کنی، برای ما بفرستی ما ببینیم. حالا قلم و کاغذ هم کنارت باشه که اگه سوال داشتی بنویسی، یا اگه نکته خاصی دیدی حتما یادداشت کنی که بعد بپرسی یا با همدیگه بررسیش کنیم. خب گفتم که مواد بر اساس حالت فیزیکیشون به سه دسته تقسیم میشن: جامد، مایع، گاز. آه در کل کائنات، در جهان هستی، ما فقط همین سه حالت فیزیکی رو داریم؟ نه، مثلا یه حالت فیزیکی دیگه داریم به اسم پلاسما، یا حالت فیزیکی دیگه داریم به اسم نوترونی. وقتی که یه ستاره میخواد بمیره یا حالت متراکم میشه، بهش میگن تبدیل میشه به یک جرم بسیار متراکم و چگال به اسم کتوله سفید. این حالت نوترونیه، بعد منفجر میشه ستاره، بعد تبدیل میشه به سیاه چاله. این حالتهای فیزیکی رو ما داریم. حالا من نمیخوام راجع به اون صحبت کنیم، ما الان تو این کره زمین این ستاره میبینیم، پلاسما هم میبینیم، اون نوترونیه رو نمیبینیم، اینا رو ما نگاه میکنیم. حالا چرا این حالت فیزیکی رو به من گفتی؟ آقا بخوام بهت اینو بگم که مخلوطت چه همگن باشه چه ناهمگن باشه، هم جامد هست، هم مایع هست، هم گازه. یعنی مخلوطهای ما در هر سه حالت فیزیکی، جامد، مایع و گاز وجود داره. و برای مدان شما خیلی نکته مهمه که حتماً برای هر مخلوط در هر حالت فیزیکی چند تا مثال بلد باشن. مثلا من همیشه تو مدرسه یکی از سوالای امتحانیم از بچه‌ها اینه، جدول میدم از این سوالای جور کنی و همینه از این سوالایی که بهم وصل کنی، بعد میگم حالت فیزیکی‌ها رو، مثلا حالت فیزیکی مایع برو مایع در مایع مخلوط ناهمگن برای من نام ببر، یا ببر به اون وصل کن. حتما همچین سوالی میپرسم. خب من برای اینکه اینجا کارتو راحت کنم، یا والا راحتم که نه، یه استارتی بزنی، یه در واقع راهی جلوت باز باشه، من اومدم این جدول رو برات اینجا آوردم و یه چند تا رو برات مثال زدم. حالا به این مثال من توجه کن. من اینجا گفتم ماده زمینه ماده پخش شونده. بچه ها ما با محلول ها آشنا شده بودیم در سال هفتم و در سال هشتم، و اومدیم این نکته اشاره کردیم که هر محلول حداقل از دو جز ساخته شده: حلال و حل شونده. یادتون میاد؟ گفتیم حتما یه دونه حلال باید داشته باشه، حل شوندهش میتونه دو یا چند تا باشه. الان هم راجبش ما حرف بزنم. میخوام بهت اینو بگم که یه تصویر ذهنی درست کنیم. بچه ها حلال کی بود تو محلول ها؟ حلال اونی بودش که مقدارش بیشتر بود. آفرین، درست گفتی. حل شونده کی بود؟ خب اگه حلال اونیه که مقدارش بیشتره، حل شونده اونیه که مقدارش کمتره.
باریکلا. خب حالا حلال و حل شونده رو بیا با هم دیگه اینجوری تصور کنیم، بگیم ماده زمینه ای مثل همون حلال است، ماده زمینه ای مثل همون حلال است، یه جاهایی بهش میگیم ماده پخش کننده، یعنی اون چی بشن؟ پخش بشن. آقا این ماده پخش شده چیه؟ مثل حل شونده است، بهش میگن پخش شونده. ما حالت کلی داریم صحبت میکنیم، نه نیومدیم بگیم همگن، نیومدیم بگیم ناهمگن، داریم میگیم مخلوط. مخلوط میتونه ماده زمینه ای داشته باشه، یعنی اون ماده ای که داره پخش میکنه، اونی که ماده ای که مقدارش زیادتره، و مخلوط میتونه فاز پخش شونده داشته باشه، اون ماده ای که قرار پخش بشه، پخش بشه، پخش کننده هم بهش میگم، در واقع پخش شونده هم بهش میگم. اسخای میکنه نوع مخلوط ها هم که دارید میبینید، چون مثلا برای مثال زدم درسته، داریم میبینی و نوع مخلوط و مثال هایی که اینجاست و باید مشخص کردم محلوله یا نامحلول هستش، یا نامحلول که نه اسخای میگم ناهمگن هستش یا غیر یک نوا. پس من از شما رفقای عزیز دل خودم میخوام حتما 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 فرصت بزنن و برن برای حالتهای فیزیکی مثالهایی رو یاد بگیرن، حتما به خاطر بسپرن. اوکی خب بریم سراغ اسلاید بعدیمون، یا بهتر بگم صفحه بعدیمون. خب میخوایم بریم سراغ آلیاژ. سال هفتم که بودیم آقا به ما یه نکته ای رو یاد دادن، گفتم فلزات چکش خارن، فلزات رسانه جریان برق و گرما هستن، فلزات نقطه ذوب و جوش بالایی دارن، اکثر فلزات جامدن، فقط جیوه مایع هستش. یه سری از ویژگی های فلزات رو بهت یاد دادم، آفرین. و یه نکته ای که ما هم یاد گرفتیم اینه که اکثر فلزات محکمن، سفتن. اصلا وقتی که ما راجع به فلز صحبت میکنیم، خانه‌ها تصویری که در ذهن ما ایجاد میشه چیه؟ یه جسم سفت و سخت و محکم، درسته؟ بعد سال هفتم که مخلوطی از فلزها آشنا کردن به اسم آلیاژ و گفتن که هدف از ساخت آلیاژ بهبود خواص فلزاته. هدف از ساختن آلیاژیه بهبود خواص فلزاته. مثلا آهن خالص خیلی نرمه، تو یه آهن خالص داشته باشی با دست میتونی به شکل بدی. آهن هم فراوانترین فلز در طبیعته، خب حیفه ما از این فلزی که تو طبیعت خیلی زیاده نتونیم استفاده کنیم، پس چیکارش کنیم؟ بیا یه کوچولو بهش کربن اضافه کنیم. آقا یعنی اون نافلز کربن رو بهش چجوری اضافه کنیم؟ مخلوطش کنیم. آهن و کربن رو بیا مخلوطش کنیم میشه آلیاژ. آلیاژ چی؟ فولاد یا چودن. اگر کربنش کم باشه فولاد، اگر کربنش زیاد باشه چودنه. آلیاژ ساختم، خواص آهن رو بهتر کردم. آهنی که نرم بود با دست میتونستم شکل بدم رو الان تبدیل کردم به یک جسم سفت و سخت که با دست نمیتونم بهش شکل بدم. تیراهن باش درست میکنم، بدنه کشتیه، بدنه ماشین، البته ماشینای داخلی نه، ماشینای خارجی، محکم سفته، درسته؟ پس این بود آلیاژ. آقا به ما گفته بودن که آلیاژ یک مخلوط همگن جامد در جامده و آلیاژ میتونه یک فلز مخلوط کردن یه فلز اصلی، بهش میگن فلز پایه، با چند تا فلز، یا مخلوط کردن یک فلز با یه نافلز، یا یه نافلز و چند تا فلز با هم دیگه درستش کرد. الان من میخوام فولاد درست کنم، آقا فلز که جامده، آهن، سنگ آهن جامده دیگه. خب آقا این کربن هم که زغال، این هم جامده، این دوتا جامده چجوری با هم دیگه من محلول کنم؟ ذوبشون کن، ذوبشون کن. فرآیند ذوب شده ملتینگ یعنی چی؟ یعنی در اثر حرارت یک ماده از حالت فیزیکی جامد به حالت فیزیکی مایع برسه، درسته؟ پس دو یا چند تا فلز و نافلز رو با هم دیگه ذوبشون کردیم، بعد مخلوطش کردیم، مثل اینکه دو تا مایع ریختی رو به هم میزنی و گذاشتیم سرد شد، شد آلیاژ. پس آلیاژ رو اینجوری درست میکنن. آقا ویژگی مخلوط ها رو هم به ما بگو لطفاً. چشم، اینا رو با من بشمر لطفاً، با من اینا رو بخون و نکاتش رو یاد بگیر. اولیش، هر جزء یا ماده پس از مخلوط شدن همچنان ویژگی های قبلی خودشون رو حفظ میکنن، زیرا اجزای یک مخلوط به طور فیزیکی با هم مخلوط شدن.
خواص خودشون رو حفظ میکنن. آباری کلا، این همون نکته هست که گفتم. پس این یکی از ویژگی های مخلوط هاست، یاد بگیر. باری کلا، بیا اینجا. اجزا یک مخلوط را میتوان با روش های فیزیکی از یکدیگر جدا نمود. چی گفتی آقا؟ اجزا یک مخلوط را میتوان به روش های فیزیکی، به روش های فیزیکی از هم جدا کرد. یادت گفتم که یکی از ویژگی های مخلوط ها اینه که تو میتونی از هم دیگه جداشون کنی. تو تعریف مخلوط ناهمگن گفتم، گفتم مثلا با روش ساده، با روش های فیزیکی که راجبش جلوتر صحبت میکنم، میتونم از هم دیگه اجزاشو جدا کنم. اونجا که بخوام تفاوت مخلوط و ترکیب رو بگم، میگم روش فیزیکی چیه، روش شیمیایی چیه. بیا سه رو با هم بخونیم. مقدار هر جزء یا ماده را میتوان در مخلوط به اندازه مورد نظر تعیین نمود یا تغییر داد. یکی از ویژگی هایی که مخلوط ها داره اینه که تو داری چند تا ماده رو با هم قاطی میکنی و مقدار دست توه. تو انگاری میخوای مثلا آب نمک درست کنی، خب شوریشو تو داری تنظیم میکنی، شور باشه شوریش کم باشه یا زیاد باشه، شیرینیشو تو داری تنظیم میکنی. پس در مخلوط ها مقدار و اندازه دست توه، تویی که داری اینها رو با هم دیگه مخلوط میکنی. خب در هنگام تهیه مخلوط معمولا انرژی قابل توجه آزاد نمیگردد و یا دریافت نمیشود. دقت کردی چی گفتم؟ یه نکته خیلی ریز و مهم اینجا داره، تو تست ازش استفاده باید کنی. ببین خوب دقت کن، نکته اینجاست. در هنگام تهیه مخلوط معمولا انرژی قابل توجه آزاد نمیگردد و یا دریافت نمیشود. نگفتم همیشه، گفتم معمولا. تو میای شکر میریزی تو آب، محلول درست میکنی، از چه نوعی؟ از نوع همگن. حالا اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ انرژی میخواد، سطح انرژی داره تغییر پیدا میکنه. نه، انرژی آزاد کرد؟ نه. برای تهیه مخلوط ما برای حالت داریم کلی میگیم دیگه، داریم میگیم معمولا برای مثلا 70-80 درصدشون، وقتی که داریم مخلوط ها رو درست میکنیم نیاز به انرژی نداریم، یعنی سطح انرژی مواد تغییر نمیکنه. آقا چی گفتی؟ سطح انرژی مواد تغییر نمیکند. سطح انرژی مواد تغییر نمیکند معمولا. البته بعضی از مخلوط ها رو داریم که وقتی ایجاد میشه، مثلا مخلوط هایی که نیاز به گرما دارن، راجبش جلسه بعدی حرف میزنن، توری بهش انرژی میدی، پس سطح انرژی داره تغییر پیدا میکنه. پس حواست جمع باشه، گفتم معمولا. خب آقا بعدی رو بگو. دمای ذوب، انجماد یا جوش یک مخلوط ثابت و معین نیست و در طول فرایند داره تغییر پیدا میکنه. آها نکته اینجاست. مگه دو یا چند ماده نداره؟ آره. مگه هر ماده نقطه ذوب و جوش خودشو نداره؟ آره. پس قطعا نقطه ذوب و جوشش یه عدد و یه نقطه ثابت نیست. حواستو جمع کن، تعریف های نقطه ذوب و جوش دیگه بلدی دیگه، یعنی اصلا دانش آموزی هست که اینا رو ندونه؟ اگر نمیدونم هیچ ایرادی نداره. نقطه ذوب یعنی دمایی که در اون ماده از حالت جامد تبدیل میشه به مایع، همین. نقطه جوش دمایی که در اون ماده از حالت مایع تبدیل میشه به گاز. اگر هم کسی بود الان یاد گرفت. اوکی شد، مرسی. بریم بعدی. اون بعدی چیه؟ اینه تفاوتشون با هم دیگه. تفاوت مخلوط و ترکیب رو به من بگو، بعد بذار برگردم دوباره بشمارم که اینجوری تو اینو بهتر بگیری از من. آقا هر جز بعد از مخلوط شدن خواص خودش رو حفظ میکرد. تو ترکیب خودت بنویس هر جز بعد از ترکیب شدن خواص خودش رو حفظ نمیکنه، خواص جدید میشه، چون اصلا داره ماده جدید ساخته میشه. اجزای یک مخلوط رو میتوان با روش های فیزیکی از همدیگه جدا کرد. اجزای سازنده یک ترکیب رو با روش های فیزیکی نمیتونی جدا کنی، نیاز به روش های شیمیایی داره. مقدار هر جز یا ماده رو میتوان در مخلوط به اندازه مورد نظر در واقع تعیین کرد. آقا تو ترکیب تو نمیتونی اجزا رو بر اساس نیاز خودت یا بر اساس خودت فکر میکنی با همدیگه قاطی کنی، این امکان وجود ندارد. آقا در هنگام تهیه مخلوط معمولا انرژی تغییر پیدا نمیکنه، سطح انرژی. در زمان تهیه ترکیب حتما سطح انرژی تغییر پیدا میکنه، حالا یا کم میشه یا زیاد میشه، ولی اینو بدون حتما این اتفاق میفته. و نکته بعدی، دمای ذوب و جوش مخلوط ها چی بودش؟
یکسان و ثابت نبود. در صورتی که نقطه ذوب و جوش در واقع ترکیب، یا بهتر بگم ترکیبات، ثابت و معینه. خب بریم سراغ بیایم اینجا. خب بچه خوب اینجا دقت کنید لطفا. الان من میخوام در رابطه با مخلوط‌های ناهمگن صحبت کنم و این دسته‌بندی که شما الان دارید ملاحظه میکنید در کتاب درسیتون مطرح نشده بود، صحبتی نکرده بودم. ما به جهت درک بهتر مفاهیم کتاب این جهت این تقسیم بندیه رو داریم در واقع اضافه میکنیم. چیز پیچیده‌ای هم نیستش. ما هم دیگه میخونیم. دوستان من دقت کنم، مخلوط غیر معلق از مخلوط دو یا چند ماده جامد به دست اومده. یعنی اساسا من اومدم ناهمگن رو به دو دسته غیر معلق و معلق تقسیم کردم و گفتم اگر تو دو یا چند ماده رو، اگر تو بیای دو یا چند ماده جامد رو، دو یا چند ماده جامد رو با هم مخلوط کنی، غیر معلق رو ساختی، مخلوط غیر معلق رو ساختی. تعریف خیلی ساده. آقا آجیل، خاک، موزاییک، جامد در جامد ها، هر چی بودن مخلوط ناهمگن غیر معلق هستن. متوجهی؟ خب بریم سراغ بعدی. اما مخلوط معلق چیه؟ مخلوطیه که تو بیا یک جزء رو در یک جزء رو در جزء دیگر پخش کنی. اومدی یه جزئی رو در یه جزء دیگه پخش کردی، مثلا یه مایع رو تو مایع پخش کردی، جامد رو تو مایع پخش کردی، گاز رو توی مایع پخش کردی، یا گاز رو بردی توی مایع، درسته؟ یا دو تا مایع رو با هم دیگه مخلوط کردی، تو هم دیگه پخش کردی و اون مخلوط تو بعد از این که یه جا بود، مثلا یه مخلوط درست کردم گذاشتم اینجا رو میزم، بهش دست نمیزنم، یعنی بدون حرکت باقی ماند، بعد از مدتی اجزاش بیان از همدیگه جدا بشن، یعنی مثلا چه اتفاقی بیفته، اون جزء جامدی که اومده تو اون مایع پخش شده بیان اون پایین رسوب کنه، بیان اون پای ظرفت بشینه، بدون حرکت بوده ظرفه. تا حالا شربت خاکشیر خوردی؟ آره. وقتی که لیوانه رو میگی دستت هم میزنی، بعد شربت رو میذاری کنار، بعد میبینی که همه تخم شربتی اون پایین جمع شدن، یعنی وقتی که بهش حرکت ندادی اجزای جامدت، اون جزئی که اومده پخش بشه تو جزء دیگه، چه اتفاقی واسش افتاده؟ اومده پایین رسوب کرده، جدا شده. این هم میشه چی؟ مخلوط‌های معلق. یاد گرفتی؟ متوجه شدی؟ اگه یاد گرفتی متوجه شدی، یه صد واسه من تایپ کن ببینم. صده رو تایپ کن برای من ببینم، من کامنت های شما رو الان ندارم. الان برای بچه ها خیلی وقت واسه من رفرش نشده ها. اه اوکیه؟ خب خیلی هم عالی. خب مخلوط های ناهمگن مایع، گاز در مایع، مایع در مایع، جامد در مایع، ما راجع به اینا میخوایم صحبت کنیم. ما میخوایم با هم دیگه راجع به اینها صحبت کنیم. گاز در مایع مثل حباب های هوا که داخل ژل گیر میکنه، مایع در مایع امولوسیون راجع بهش حرف میزنیم، تفاوت امولوسیون کلوئید رو میگیم، تفاوتشون با سوسپانسیون رو میگیم، تفاوتشون با محلول ها رو هم میگیم، و جامد در مایع که میشه سوسپانسیون و اون رو هم تعریف میکنیم. خب بیایم اینجا. امسال که تیسوشان برگزار شد، سال اولش در تو سوسپانسیون بود. دقیقا پارسال من اومدم همین نکات رو به بچه ها گفتم، همین امسال همین سال مطرح شد، از تعلیقه یا سوسپانسیون. تعریف تعلیقه یا سوسپانسیون رو ما بلد هستیم. مخلوط ناهمگنی که ذرات جامد به صورت معلق در مایع پراکنده شده، تعلیقه یا سوسپانسیون. مخلوطی که در اون ذرات جامد در مایع چی شده؟ پراکنده شده، یه مخلوط ناهمگن. آقا برای اون مثال بزن، دوغ، شیر، آب میوه. فقط یه چیزی هم بگم اینجا که من گفتم شیر، شیر زمانی میتونه سوسپانسیون باشه که، چون شما دیدین که آقا اینجا شیر نوشته کلوئید، اینجا شیر چه اینجوری نوشته، اگر شیر ذرات چربی داشته باشه، این ذرات چربی در اون به صورت معلق قرار گرفته میشه، میشه سوسپانسیون. یا مثلا میگن آب میوه،
آب میوه‌ای که داره پالپ باشه، یعنی همون تکه های میوه در دهنش قرار گرفته باشه، میشه سوسپانسیون یا تعلیقه. شربت خاکشیر، شربت معده، مخلوط آب و نمک، همه اینها سوسپانسیونن. همه اینا چی ان؟ تعلیقه یا سوسپانسیون هستن. خب پس اینا مثال هاش هستن که ما اینها رو چیکار کردیم، یاد گرفتیم. آقا این تعلیقه چه ویژگی هایی داره؟ ناپایدارن. آقا ناپایدار هستن یعنی چی؟ یعنی بعد از مدتی ذرات جامدشون تهنشین میشه. یعنی مثل همین مثالی که زدم در رابطه با مخلوط های معلق، گفتم وقتی که تو یه جزئی رو میای در یک جزء دیگه پراکنده میکنی و اگه اون بی حرکت یه جایی بذاری، اتفاقی که میفته اینه که اجزا از همدیگه چی میشن؟ جدا میشن. پس من عملا چی رو ساختم؟ یک مخلوط غیر معلقی ساختم مثل سوسپانسیون. سوسپانسیون همین ویژگی رو داره، ناپایدارن. یعنی اون جزئی که اومده تو جزء دیگه پخش بشه، بعد از مدتی داره تهنشین میشه. این که تهنشین میشه یعنی چی هن؟ یعنی ناپایدار. این مفهوم و معنی ناپایدار بودن. همه الان متوجه شدن که دیگه من دارم چی میگم. پس این ویژگی اولشون. بچه ها ما جلوتر هم که میریم تو در درس شیمی، حالا جلوتر منظورم در متوسطه دوم هستش، یعنی دهم، یازدهم و دوازدهم، ما از این کلمه ناپایدار، این اصطلاح ناپایدار خیلی استفاده میکنیم. و ناپایدار بودن به معنای این هستش که انرژیش زیاده. اون موقع که ازش صحبت میکنیم میگیم که وقتی که میگه مثلا فلان ماده ناپایدار، یعنی انرژیش زیاده. آقا دومی رو بگو، برای داشتن تعلیقه یک نواخ باید اون رو هم بزنیم. وقتی که یه تعلیقه رو هم میزنیم، مثل شربت معده‌ای که میگه روش نوشه که آقا تکون بده قبل از خوردن، اتفاقی که میفته اینه که تو برای حتی ثانیه یا دقایقی میای چیکار میکنی؟ یک مخلوط یک نواخت میسازی که البته ناپایداره. یعنی بعد از گذشت زمانی اون جزئی که اومده تو یه جزء دیگه پخش شده رسوب میکنه. اندازه ذره های جامد معلق در سوسپانسیون ها از اندازه ذرات تشکیل دهنده محلول ها بزرگترن. این یکی از همون نکاتیه که گفتم جلوتر حرف میزنم. ببین مثلا من میام شکر میزنم تو آب، شکر حل میشه، درسته؟ محلول به دست آوردم. یه لیوان دیگه آب میذارم کنارم و به جاش میام خاک میریزم، خاک توی آب حل نمیشه، رسوب میکنه. آه چرا این اتفاق میفته؟ خب بخاطر اندازه ذراته. اندازه ذرات شکری که داره میره توی آب حل میشه خیلی کوچیکه، اندازهشون خیلی کوچیکه. اما اندازه ذراتی که داره میره توی مثلا آب، مثلا ذرات که داره میره توی آب حل میشه خیلی بزرگه. ذره هرچی بزرگتر چه اتفاقی میفته؟ میتونیم بگیم جرمش بیشتره، میتونیم بگیم سنگینتره و رسوب میکنه، حل نمیشه. خب پس این هم دومین ویژگیشون بود، اندازه ذرات جامد معلق در سوسپانسیون ها. بخشی ویژگی سوم این رو هم گفتم، و ذرات جامد معلق در سوسپانسیون ها نور رو به اطراف پراکنده میکنن. پس این ویژگی های در واقع تعلیقه بود که من باید این ویژگی ها رو بلد باشم. آقا ما تو بعضی از کتاب ها دیدیم یه اصطلاحی به کار میبرم به اسم ناخالصی. میشه ما رو با مفهوم ناخالصی آشنا کنی و اساسا بگیم آقا ناخالصی یعنی چی؟ اینجا رو خوب دقت کن. به مواد همراه یک ماده خالص که باعث کاهش خلوص ماده خالص می شود ناخالصی میگن. آقا مثال بزن برامون. اوکی، میگم سال هفتم که بودی فصل پنجم اومده بود در رابطه با استخراج در واقع آهن صحبت کرد و اومد اونجا یه نکته رو به ما گفت. گفت این سنگ آهنی که در دل طبیعت وجود داره ناخالصی هایی داره. یعنی چی؟ یعنی داخل اون سنگ علاوه بر عنصر آهن سایر عناصر هم وجود داره، مثلا اکسیژن داره، مثلا روی داره، مثلا هر ماده دیگه. اون موادی که همراه با آهن بودن بر ما میشدن ناخالصی. به خاطر همینه در تعریف ناخالصی میگیم به مواد همراه یک ماده خالص. خب این موادی که همراه یک ماده خالص هستن باعث میشن چه اتفاقی بیفته؟ اینه که درصد خلوص ماده من یا به عبارتی خلوصش کاهش پیدا میکنه. دوستای عزیز من، اونایی که رفت نرشته، اونایی که انشاءالله در آینده میرن ریاضی و تجربی در درس شیمی در سال 11 هم در فصل اول در استوکیومتری با مفهوم درصد خلوص آشنا میشن و میبینید که این همون نکته بود که اون موقع به ما گفت و حتی یه بخشایشو من تا حالا تو دهم باز بهتون میگم. اونجا ما از این مفهوم به شدت
استفاده میکنیم. خب آقا شما در رابطه با مخلوط‌های همگن با ما برای ما صحبت کردی، گفتی کلید واژه‌ای داری به اسم این که اون کلید واژه این بودش یک نواختن پراکنده شدن به آسانی قابل تشخیص نیستن، و در سال هفتم هم یاد گرفتیم و شما هم به ما گفتی هر محلول حداقل از دو جزء تشکیل شده. بچه ها دقت کنید به کلماتی که من به کار میبرم، گفتم چی؟ حداقل از دو جزء، یعنی میتونه تعداد اجزای محلول بیشتر هم باشه، حتما یکیش حلاله، یعنی تو حتما یه دونه حلالو داری، اما حل شونده میتونه چی باشه؟ یعنی حالا آب معدنی، یعنی حالا حلالش چی؟ آب، اوکی، آب خالص، آب مقطرش، تو حل شونده‌اش چیه؟ ایناست، اینایی که روش نوشته داره میگه کربنات داره، نیترات داره، سولفات داره، کلرید داره، پتاسیم داره، منیزیم داره، کلسیم داره، نیتریت داره، فلورید داره، سدیم داره، اینا هم حل شونده‌ن. پس این که من میگم حداقل یعنی که میتونه تعداد حل شونده ها چی باشه؟ بیشتر باشه. تو برو آب دریا، یه لیتر آب دریا بردار، میتونی بشمونی اون تو چند تا حل شونده است؟ نمیتونی، انقدر که زیاده. پس هر محلول حداقل دو جز داره، حلال و حل شونده. آقا حلال کی بود؟ اونی که مقدارش بیشتر بود، اونی که مقدار بیشتری داره. ببین اینجا باز آوردم راه تشخیصش رو بهت گفتم، اونی که مقدارش بیشتری که حلاله یه کاری هم داره انجام میده. داره چی کار میکنه؟ اجزای حل شونده رو در درون خودش حل میکنه. چی کار میکنه؟ اجزای حل شونده رو در درون خودش حل میکنه. اوکی، اینو ما هم فهمیدم. باش آه، حل شونده رو به من بگو. حل شونده ماده‌ای که قراره تو حلال حل بشه، مقدار کمتره. یعنی اگر در یک سوال از من پرسید حل شونده کیه، حلال کیه، میام مقدارا رو نگاه میکنم، مقدار کی بیشتره، آه این مقدارش بیشتر پس این حلاله، مقدار کی کمتر، این حل شونده است. آب، شکر، آب، الکل، آب، نمک، از اینجا تشخیص میدم، درسته؟ بچه یه اتفاق دیگه ای هم اینجا برای بعضی از حل شونده ها میفته، یعنی در زمان تشکیل بعضی از محلول ها بعضی حل شونده ها ممکنه حالت فیزیکیشون هم تغییر پیدا بکنه. پس از رو تغییر حالت فیزیکی هم میتونم بفهمم. مثلا نمک حالت فیزیکی چیه؟ جامد. وقتی که این جامد میره توی آب حل میشه، جامد دیگه نیست. چون اگه جامد بود که تو میدیدی رسوب میکرد، یه جوری انگاری مایع شده، تو نمیتونی ببینیش. پس بعضی از حل شونده ها هم میتونن حالت فیزیکیشون رو چیکار کنن؟ در واقع تو بعضی از ساختن محلول حالت فیزیکیشون تغییر پیدا کنه. پس این همین نکته مهمی که ما اینجا یاد گرفتیم. اینجا هم یه نکته خیلی مهم واسه نوشتم، میگم در محلولی که از دو جزء مایع و جامد تشکیل شده، جزء مایع میشه چی؟ جزء مایع میشه اون حلاله برای ما، و جزء جامد برای ما میشه اون حل شونده. عموما این شکلی هست و اون مثال هایی که ما باشون سر کار داریم همشون اینه. اینجا یه سوال ازت پرسیدم به خاطر اینکه میخوام یه محلول گازی واسه مثال بزنم، چون که من محلول مایع رو که تا الان مثال زدم خیلی هم راجبش حرف زدم، مثلا همون آب و شکر، آب و نمک مایع هم که من این مثال زدم که من مثال هم گفتی یه گاز هم برای همون کمی جا 78 مثلا اکسیژن دیگه گازوس. آقا سایر گازها رو به من بگو. مثلا سایر گازها بخار آب داره، دیوکسید کربن داره، مونوکسید کربن داره، گازهای نجیب رو داره، درصدشون فرق میکنه، درسته؟ کل این گازها میشن 1%، تازه تو 1% هم اینا درصدشون با هم دیگه فرق میکنه. سال 10 فصل دوم راجع به اینها صحبت میکنه. پس اینکه در هوا که یک مخلوط همگن گازی چه حلال چه گازیه، خب سری من میگم اندو دیگه نیتروژن، این میشه چی؟ حلال. آقا درصدش 78%. بعدی حل شوندهش یکیشو بگو، اکسیژن، این چی بودش؟ حل شونده. البته تعدادش هم بیشتر هم هست، این چقدره؟ 21%. تمام. خب بریم میگم اسلاید بعدی، بریم صفحه بعدی. بچه‌ها اینجا چی رو براتون آوردم؟ چهار تا بشر آوردم، 1 2 3 4. چند تا بشر آوردی؟ 4 تا بشر آوردم. میخوام چیکار کنم؟ میگم داخل این 4 تا بشرم 100 میلی لیتر آب میریزم، دماشون هم یکسانه، میخوام یه آزمایش انجام بدم، درسته؟ سال هفتم که بودیم یه فصل اولش یه نکته خیلی مهم یادمون داد، گفت مثل یونانیان باستان نباشید،
یعنی فقط نبینید، فکر کنید و نتیجه گیری کنید. ببینید، فکر کنید، آزمایش کنید و بعد نتیجه گیری کنید. ما میخوایم آزمایش کنیم، درسته؟ ما میخوایم مثل یونانیان باستان، فلسفه باستان نباشیم، میخوایم یه تغییری داشته باشیم. یعنی وقتی که ما میبینیم، فکر میکنیم، یه فرضیه‌ای مطرح میشه، فرضیه به کمک انجام آزمایش تبدیل میشه به نظریه. حالا نظریه‌ای که ما، فرضیه‌ای که ما داشتیم میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. 4 تا بشر برداشتم، اومدم داخل هر کدومشون 100 میلی لیتر آب ریختم، دماشون هم اندازه‌گیری کردم، مثلا دمای همشون 23 درجه سانتیگراد هستش. آقا میخوای چیکار کنی؟ میخوام بیام داخل هر کدومشون یه مقدار مثل سولفات یا به عبارتی کاتکبود، آقا فرمولش باید بلد باشی، CuSO4 اضافه کنم. آقا تو ظرف اول 1 گرم ریختم، تو ظرف دوم 2 گرم ریختم، تو ظرف سوم 3 گرم ریختم، تو ظرف چهارم 4 گرم در واقع مثل سولفات ریختم. بچه‌ها این کارو انجام دادیم، ببینیم تو به لحاظ ظاهری چه اتفاقی افتاده. میگم آقا اینی که مثل سولفات بیشتری ریختم پررنگ‌تر شد، اینی که مثل سولفات یا کاتکبود کمتری ریختم رنگش کمه، خیلی پررنگ نیست، کم رنگه. آقا چرا همچین اتفاقی داره میفته؟ یعنی این رنگه ربطی به اون حلاله که خب صد بود، یعنی تو هر چهارتاشون ثابته، حل شونده مقدارش فرق کرد، یعنی رنگی برمیگرده به مقدار حل شونده. آره اون داره تأثیر میذاره. به این مفهوم میگم مفهوم غلظت. تو داری تو خونتون تجربه میکنی، مثلا پدر میاد منزل میخوای واسه شون چای بریزی، مثلا میگه بابا چای پررنگ میخوره، چای رو بیشتر میزی، آبجوشه رو کمتر، یا بابا چای کم رنگی دوست داره، آبجوشه رو بیشتر میزی، چای رو کمتر. این مفهومی به اسم غلظت، یعنی تو داری مقدار حل شونده و مقدار حلال تو چیکار میکنی؟ تغییر میدی. من میبینم که ای آقا مقدار حل شونده زیاد شد یا مقدار حلال کم شد، غلیظ شد. وقتی که مقدار حلال زیاد شد، مقدار حل شونده کم شد، رقیق شد. یعنی مفهوم غلظت. سال 10 فصل 2 محلول ها راجبش صحبت میکنه، که تو جلسه بعدی که بنده تشریف آوردم، شما هم همتون سر حال پر انرژی سر کلاس نشستی، دفترتون بازه، میخوام مفهوم غلظت رو با حل مسئله بهت یاد بدم. این همون کلاسیه که میگم که تو فقط نیومدی 9 یاد بگیری، فقط نیومدی شیمی تیزهوشان یاد بگیری، اومدی 9 و تیزهوشان و 10 با هم یاد بگیری. یعنی تو 3 تا 4 تا سوال شیمی تیزهوشان سر کلاس من بیای، هر 3-4 تا رو جواب میدی، 10 هم یاد میگیری. وقتی که میری 10 میگی بابا من همه اینا رو بلدم، شروع میکنی به کار کردن، تست زدن و پر انرژی رفتن جلو. خب این نکته رو بدم که به این نکته اشاره کنم و ازت میخوام که تو اینو یاد بگیری که جلسه بعدی راجبش من حرف میزنم، و اونم اینه، خواص محلول بستگی به مقدار حلال و حل شونده دارد. اینو تو ذهنت بسپر. با مثالی که من زدم، مقدار کاتکبود رو بیشتر کردم، محلولم پررنگتر شد، داخل پرانتز غلیظتر شد. جلسه بعد کلا میخوام مسئله محلول بگم، اینو یادت نره. خب همونطور که در شکل مشاهده میکنید، به شر شماره 4 ذرات بیشتری از کاتکبود داره که پررنگتره، که اون حرفیه که من برای شما زدم و توضیح دادم و گفتم بحث غلظته که الان ازش میگذرم. میام سراغ اینجا، ویژگی محلول ها. آه ویژگی محلول ها رو باید بلد باشیم 100%. پارسال که دیدی که مثلا سوسپانسیون رو سوال دادم و ویژگی هاشو گفتم، شاید امسال بیام مثلا محلول ها رو بگن، احتمالش هست، نموداراشو بگن. جلسه بعدی من نمودار میکشم، نمودارای دهم رو من اینجا میکشم که توی تیزهوشان میاد. پس حواست به جلسه بعد باشه که خیلی مهمه و تمرین و تکلیف هم داریم. آقا ویژگی محلول ها رو بگو، شفافن، ذرات سازنده اونها به چشم دیده نمی شود. این اولین ویژگی شد. آقا ویژگی دوم، مسیر عبور نور از میان آنها قابل دیدن نیست. آقا ویژگی سوم، ذرات سازنده اونها با گذشت زمان تهنشین نمی شوند. چرا؟ چون ذرات سازنده جامدش خیلی کوچیکه، یعنی جرمش کمه، این سنگین نیست، این رسوب نمی کنه، یعنی پایداره. ببین چقدر قشنگ همه رو پشت سرم دارم بهت میگم، خوب گوش کن. ذرهای سازنده اونها از صافی عبور میکنند. وقتی که جدا سازی مخلوط ها رو گفتم، یکی از روش های جدا سازی مخلوط ها در واقع استفاده از صافیه، اونجا از همدیگه عبور میکنن، و اینکه ذرهای حل شونده به صورت یک نواخت در بین ذرهای حلال پخش شدن و خواص محلول از یک نقطه به نقطه دیگه تفاوتی نداره.
اینا رو قبلا که به ما گفته بودی. آره تو صحبتام دونه دونه رو شمرده بودم دیگه. اینجا دوباره چیکار کردم برات؟ اینجا جمع‌بندی کردم که اینها رو داشته باشی و بدونی. خب بریم سراغ حالت فیزیکی. حالت فیزیکی محلول ها بچه یادتونه اونجا صفحات قبلی تو بحث مخلوط بهتون گفتم که مخلوط ها و هر سه حالت فیزیکی جامد، مایع و گاز وجود دارند و ما اونها رو داریم میبینیم. اینجا هم دوباره همونه، یعنی ما هر سه حالت فیزیکی رو برای محلول ها داریم. یعنی هم محلول ها رو من به شکل مایع دارم، هم به شکل جامد دارم، هم به شکل گاز دارم. هیچ محدودیتی من اونجا ندارم. حالت فیزیکی مواد در به ربایش بین ذره ها نه اتم های سازنده مواد بستگی دارد. حالت فیزیکی مواد، یعنی این حالت فیزیکی که من دارم ازش الان حرف میزنم، جامد مایع گاز بودنش، به ربایش بین ذره ها. آقا اینجا ذره ها گفتی خود، نه اتم ها. ذره ها دیگه منظور چیه؟ مگه من نگفته بودم ذره میشه یون، اتم، مولکول؟ پس منظورم اینجا حالا اینه که یون مولکول چیه داستانش، به اونها برمیگرده. آقا ربایش یعنی چی؟ بذار وسط اینم بگم. سال هفتم که بودی بهت یاد دادن که حالت فیزیکی مواد که جامد، مایع و گاز هست، برمیگرده به فاصله‌ای که بین ذره ها داره. یعنی جامد کمترین میزان و فاصله رو داره و گاز بیشترین میزان رو داره و مایع اون حد اون حد وسط قرار گرفته. و این نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره که ما باید بهش توجه کنیم اینه که اون نیروی ربایش که در فصل دوم شیمی نهم خدمتتون عرض میکنم، که وقتی که بحث پیوندها رو عرض میکنم میگم پیوندها میتونن در واقع درون مولکول ها، پیوندها میتونن بین اتم ها باشن، یا پیوندها میتونن بین مولکول ها باشن، که اون پیوندها در واقع یک نیروی جاذبه هستن که اون نیروی جاذبه همین نیروی ربایش هاست. اونجا بهت میگم در سال دهم در فصل دوم باهاشون آشنا میشی، ولی من اینجا بهت معرفی میکنم تو سال دوازدهم هم هستن و ازش استفاده میکنیم. خب بریم سراغ صفحه آخرمون برای کلاس امروز. تقریبا هم یه 10 دقیقه وقت داریم. خب من صفحه قبلی خدمتتون عرض کردم و به این نکته اشاره کردم که مخلوط های همگن، محلول ها هم به هر سه حالت فیزیکی درست شو. مثلا جامد، در جامد که بحث آلیاژ ها از انواعش که با هم دیگه صحبت کردیم، بعد عرضم به خدمتتون مایع در جامد، گاز در جامد، حالت‌های فیزیکی مختلف رو من اینجا برای شما آوردم و برای شما در واقع اومدم مثال زدم که این هم جزء همون مواردیه که تو بحث مخلوط‌ها، دسته‌بندی کلی مخلوط‌ها خدمتتون عرض کردم که حتما 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 باید برای هر کدوم از اونها یه مثالی ما بلد باشیم. خب یکی دیگه از محلول هایی که کتاب درسیمون بهش اشاره کرده نوشابه است، نوشابه گازدار. درسته، نوشابه گازدار هم از جمله محلول های نوشابه هم از جمله محلول هایی هستش که من میتونم بگم گازدرمایه است، میتونم بگم جامد درمایه هم هست. یعنی حلال من اون مایع نوشابه هستش، خب، و حل شونده من میتونه گاز باشه، حل شونده من میتونه جامد باشه، حل شونده من میتونه مایع باشه. یعنی اگه از من سوال پرسید نوشابه مثلا نوشابه چه نوع محلولیه، من هم میتونم برگردم بگم گاز در مایع است. چرا میتونم بگم گاز در مایع است؟ به خاطر اینکه دی اکسید کربن داره که اومده تو اون مایع که عمدتا آب هستش مثلا حل شده، و میتونم بگم جامد در مایع هم هست. چرا؟ چون شکر داره. خب
بریم یه نکته دیگه ای رو هم بگیم که تو کتاب درسیمون نیست، بدونیم بد نیست. یا حالا تو تیسوشا اینو نمیپرسن صادقانه، برای چی آوردی؟ گفتم که بلد باشید و میخوام با چند تا اصطلاح از الان آشنا بشید، بعد ها ازش استفاده میکنید. بچه ها ما محلول ها رو به دو دسته محلول های آبی و غیر آبی تقسیم میکنیم. محلول آبی یعنی حلالش آبه، محلول غیر آبی یعنی حلالش آب نیست. یه دسته بندی خیلی ساده، اگه حلال تو آبه اوکی میشه محلول آبی، اگه حلال شما آب نیست یه ماده دیگه است، حالا چی الان رو صحبت میکنیم، میشه محلول غیر آبی. پس این دسته بندی اتفاق میفته. بچه ها اون محلول های غیر آبی عمدتا محلول هایی هستن که حلالاشون حلال های عالی هستن، عالی و الف. ما سال هشتم که بودیم در فصل دوم وقتی که داشت تغییرهای شیمیایی و فیزیکی رو به ما یاد میداد، ما رو با یه اصطلاحی آشنا کرد به اسم هیدروکربن. هیدروکربن ها چیا بودن؟ هیدروکربن ها موادی بودن که از هیدروژن و کربن ساخته شده، و از دو عنصر هیدروژن و کربن. این تو سال هشتم یاد گرفتیم. بچه ها در سال نهم هم در فصل سوم راجع به هیدروکربن ها صحبت میکنیم، در سال یازدهم در فصل اول، در سال دوازدهم هم در فصل‌های مختلفش از این مواد ما استفاده می‌کنیم. موادی که عنصر اصلیشون کربونه ما بهشون میگیم مواد عالی. خیلی ساده برات تعریف کردم، خیلی ساده واسه تعریف کردم. عنصر اصلی سازندش کربونه. خانواده خیلی بزرگین، ترکیبات بیشماری رو دارن، اصلا نمیتونیم بشماریمشون و روز به روز داره این تعداد ترکیبات هم زیاد میشه. علتش هم بهتون میگم چرا این اتفاق میفته. یکی از اون خانواده های این خانواده بزرگ ترکیبات عالی هیدروکربن ها بودن که در سال 8 اسمش رو دیدیم و شنیدیم. حالا من میخوام برای چند تا حلال عالی رو معرفی کنم که بعضن اسمش رو شنیدید. مثلا همه شما استون رو شنیدید، خانم ها برای پاک کردن لاک هاشون از اون استفاده میکنن، یا اتانول رو شنیدید. بحث وقتی که بحث کرونا مطرح شد، استفاده از الکل ها جهت ضد عفونی کردن دست و سطوح مختلف بی نهایت زیاد شد. خب ما این الکلی که استفاده میکردیم اتانول بود، یه حلال عالی. و یکی دیگه از اون حلال های عالی که اسمش رو شنیدید، وقتی که مثلا میخوان بیان رنگ بزنن، مثلا اون رنگ های قدیمی هم حالا بودش، رنگ‌های پلاستیکی، میمونن از حلالی به اسم تینر استفاده میکنن، اسم دیگه‌اش هگزانه. این هم یک حلال عالیه. یعنی این حلال‌ها که میان یه ماده دیگر در درون خودشون حل میکنن، یه محلولی درست میکنن به اسم محلول چی بچه‌ها؟ محلول غیرآبی. من اینجا اومدم برات خواستشون رو گفتم و همینطور اومدم اینجا کاربرداشون رو گفتم. حالا آقا چرا اصلا اومدی اینو به ما معرفی کردی؟ چرا اومدی اینا رو به ما گفتی؟ به خاطر این قضیه. بعد از آب مهمترین حلالی که ما داریم اتانوله. این اتانولی که دارید میبینید بعد از آب در صنعت، ما از اتانول بی نهایت زیاد استفاده میکنیم. یک حلال صنعتی به شدت کاربردی هستش. خب این بخش اول کلاس ما بود. امروز من بیشتر صحبت کردم و همونطور هم که تجربه سال گذشتهتون از این فصل براتون این قضیه رو روشن کرده بود که در این بخش، در این فصل ما مباحث حالا با تعاریف زیادی روبرو هستیم. نمیخوام بگم حفظ کردن، چون واقعا هم باید درکش کنیم مفهومشو، نه اینکه فقط بشینیم حفظ کنیم. بخش اولشو میخواستم بگم. بخش دومم که جلسه آینده است میخوام نمودارهای محلول ها رو بیارم، انواع محلول ها رو بگم و براتون مسئله حل کنم. دقت کنید، مسئله حل کنم و در انتهاش هم روش های جدا سازی رو بگم و براتون تمرین بدم، تکلیف بدم. این جلسه اول ما بود، جلسه صفر بود. امیدوارم که تونسته باشم در این زمان به بهترین نحو ممکن تمامی مطالبی که شما بهش نیاز دارین رو بهتون منتقل کنم. انشالله جلسات بعد پرشور، پر انرژی، سرها در کلاس درس حاضر باشید تا در کنار همدیگه به بهترین نحو ممکن پیش بریم و هر آنچه رو که شما باید یاد بگیرید و بلد باشید رو در کنار در کنار هم در کلاس درس بررسی کنیم. خب خسته نباشید، خدا قوت، به خدای بزرگ میسپرمتون و انشالله جلسه بعدی سر کلاس میبینمتون. مراقب خودتون باشین، به خانواده محترمتون سلام برسونید. خداحافظتون باشه.